من در مسابقه اون روز پنج شب قهرمان بوکس طلایی شدم به خاطر امید به فردا، به خاطر نباید شکست خورد. کسی که اول رینگ، اول مسابقهش میترسید بره تو رینگ، قهرمان اومد بیرون و من موفق شدم در امریکا تحصیلمو بکنم، رشته هتلداریمو بخونم، کار بکنم و با یه سرمایه برگردم ایران که زمین پشت میامی رو خریدیم. گفتم هتل رو میسازیم، زندگی با گوگوش میشه، گوگوش رو به اوج برسونم، گوگوش بزرگترین هنرمند دنیا شده بود. خب چطور میشه برگردم ایران، برگردیم ایران، عوض که حمایتش از زنم رو میگیرم. همه فکر کردم من دق میکنم، همه ناراحت. من حتی فرزندم هم به گوش ندادم، خواهم بیزم چه خودم نگردشت و به کامبیز بهترین زندگی رو دادم. و من اولین شکست در زندگیم این مسئله بود و باز جنگیدم که این 17-18 تا تالنت ها اومدم بیرون. و خم به زانو ننداختم و واسادم زحمت کشیدم و موفق شدم تا اینکه انقلاب میشه، میریم زندان، اعدام پشت اعدام میخوام بکنم، شکنجه پشت شکنجه. عشقم چی بود؟ باید زنده بمونم برای فرزندم. این یه واقعیت، عشق کامبیز وجودم رو گرفته بود. من تو بند 209 انفرادی 40 کیلو شده بودم، یعنی مرگم حتمی بود. من میگفتم نباید بمیرم، نباید حرف بزنم، باید زنده بمونم برای کامبیزم. موندم و خدا با من بود و تا الان به عشق خانوادم، به عشق به زندگی واسادم و دارم زندگی میکنم با همه این دشمنی ها که در لس آنجلس باز برام شد، باز واسادم. شما نمیدونید در این لس آنجلس از ایران بدتر برای من زدم، همش رو حسادت پشت حسادت، دلخوری پشت دلخوری، سر هیچی. چرا؟ از همشون بهتر بودم، بهتر زندگی میکردم، بهتر میپوشیدم و بهتر میدرستم کارمو و اینجا مشکلاتی برای من درست کردن. هی برو زندان هم میگرشن بیه بیرون. ولی خب باز واسادم، باز جنگیدم، باز جنگیدم به خاطر عشق زندگی و عشق به فرزند. حالا که فرزند شده 3 تا دارا و مایا، نواها عزیزتر از فرزند دیگه، چه جنگی بهتر از این برای زندگی بهتر برای اونا و موفقیت های خوب برای اونا. این ما رو به دوست عزیزم گفتم. وکاب،
این دنیا شکست نباید قبول کرد. شکست ها مایه پیروزیه و باید جنگید و به ما موفقیتی که دوست داریم باید برسیم. هر کسی، چه زن چه مرد، شوخی نیست. این زندونا، این دربدری ها، از این مملکت به اون مملکت، از اون مملکت به اون مملکت، تا به یه نقطه برسی خط آخر بگن امریکا وان افسا. آدمایی که ریختن اینجا نمیدونن چیکار کنن، مثلا یه پارکینگچی، یه سبزی فروش، یه دونه پیزا درست کن، کنسرت گذار، که نمیدونن موزیچه کنسرت بخوام بذارن، خواهد بیان اینترتیمن بازی کنن، چیکار میکنن؟ میکشن. اونایی که میدونن چیکار کنن. نامردی پشت نامردی. شما حساب کنید همون شیروان بگید همون فتانه به کجا افتادن؟ ایرج رستمی به کجا افتاد؟ الان 10 تا کفنم پوسیده، ولی من هنوز زنده هم. چرا مقاومت کردم؟ برای زندگی و موندن. زندگی نکردم برای مردن. و تا اونجا که تونستم به همه کمک کردم و خدا با هم بوده، چه از ایران گرفته تا به اینجا، چه در ترکیه گرفته، چه فرانسه گرفته، همش خدمت کردم، چون می‌دونستم خداوندم با منه. من تو هتل بودم، تو کاباره زندگی می‌کردم، توی یه کاباره زندگی می‌کردم، همه خواننده‌ها رو می‌دیدم، چی میاد، چی میره، با کی میره، کی با کی میره، و از اون موقع همه اینا رو می‌شناختم. خانواده شهره، شهرام، داریوش، این اون همه رو. تو من فکر کنم تنها کسی هستم که از خواننده‌های قدیمی همه چی رو می‌دونم، هم خوباشون رو می‌دونم، هم بداشون رو. پدر من به خیلی کمک کرد و واقعا باید بگم راجب کم کم 90-95% میدونم چیه، دنبال کردم. چجوری باید بگم؟ خب برای خودش یه جوری بوده که جزء زندگیت بوده دیگه. مادرم یه اسطوره جدایی بود برای خودش، پدرم هم یه جور اسطوره دیگه ای بود، خیلی به مردم کمک میکرد، ولی نه فقط به هنرمندا، به ورزشکارا کمک میکرد، به کسایی که به تیمای فوتبال، تیم فوتبال ملیمون، تیم ملیمون رفته بود جام بازی‌های آسیایی، بازی‌های آسیایی رو برده بودن، برگشتن و چون آقای مهاجرانی و آقای حشمت مهاجرانی و حسن روشن و هادی نراقی، نظری، مظلومی، اینا همه دوستای من بودن، اینا همه کسایی بودن که میمدن منو ور می‌داشتن، می‌بردن تمرین. پدر من تمام تیمو دعوت کرد کاواره شهر، تمام تیم ملی رو، به هر کدومشون یکی یه پنج پهلوی داد. واسه اون موقع پنج پهلوی دادن خیلی زیاد بود برای کادو. بچه های تیم بوکس ایران رفت تو المپیک، آقای ماسی سامبارسونیان لایت هیوی ویت بود، کروزر ویت بود و پرویز بادپا که سنگین وزن بود. این پرویز بادپا طلا گرفت، ماسی سامبارسونیان نوبه. که این دوتا وقتی برگشتن ایران، پدر من یکی یه پیکان برای این خرید، برای کادو. پدر من دست و دل، خیلی دست و دل باز بود تو ایران و به خیلی ها کمک کرد. و من میدونم به کسی بدی نکردم، عاشق موندنم برای فرزندانم، برای قلبم، وجودم، ایرانم، مردم ایران. زندگی خیلی شیرینه، تلخی رو نپذیریم، شکست رو نپذیریم، پناه نبرین به شکست بیشتر. اونا که از شکست میترسن پناه میبرن به مواد،
پناه میبرن به کفت و زهرما، بدتر داغون میکنن خودشونو. ولی نکنین، شکست پله های ترقیه، چون درس داریم میگیریم، خودش یه دانشگاه است. به امید روزای قشنگ برای تمام عزیزانم، میریم تا روزای خوشی رو در آینده داشته باشیم و با موفقیت کل و زندگی شیرین تو هم با عشق.